خب بسم الله الرحمن الرحیم. شبیه سازی کرنش خطی رو میخوایم انجام بدیم. مرحله اول مرحله تولید پارت هستش. این کار من قبلا انجام دادم و حالا توضیحش رو میخوام بدم خدمتتون. قسمت سکشن اسکچ رو اگر بزنیم و ادیت کنیم، در واقع ما اومدیم یک پارت رو به این صورت تعریف کردیم که یک مقطعی از یک شکل استاندارد کشش هست و خود دان رو میزنم و ریبولوش میکنم. دستور ریبولو هم به این صورته که 360 درجه اینو چرخش دادم و این شکل به صورت استوانه تولید شده. مرحله بعد مرحله پراپرتیه. توی پراپرتی من اومدم از خواص الاستیک فقط استفاده کردم که مدول الاستیک 208000 مگاپاسکال و ضریب پواسان 0.3 هست و توی آیکون بعد میایم سکشن منیجر رو تعریف میکنیم، کرییت میزنیم، سکشن منیجر رو تعریف میکنیم و در نهایت توی آیکون سوم اساینش میکنیم، یعنی با کرییت کردن مدل رو انتخاب میکنیم و اوکی میزنیم و اساین میشه. وقتی که اساین زدیم شکل قطعه عوض میشه، در واقع شکل قطعه عوض میشه، رنگ قطعه عوض میشه و رنگ از آبی به سبز تغییر میکنه. این به این معنی که اساین انجام شد. توی قسمت اسمبلی ما میام توی این قسمت اینو وارد میکنیم، در واقع قطعه رو وارد میکنیم به این صورت که نگاه میکنید و اوکی رو میزنید. مرحله بعد مرحله استپ هستش. توی مرحله استپ من اومدم توی قسمت کرییت این کار رو انجام بدید، استاتیک جنرال رو تعریف بکنید چون حلمون حل استاتیکه و حال تایم پریود و اینا همه رو یک و مثل خودش میذارم، تغییری نمیدم. فقط این صفحه رو اگه حالا این صفحه چی هستش توی قسمت مشبندی، چون من در واقع اینجا فیلت زدم، اینو باید با پارتیشن به سه قسمت تقسیمش کنه. من اومدم توی قسمت تولز و پارتیشن، توی این قسمت اومدم قطعه رو به سه قسمت تقسیمش کردم که توی مشبندی هم به مشکل بر نخورم. این صفحات همون پارتیشن هم هستن که اینجا ایجاد شد. قسمت اینتراکشن که کاری نداریم. قسمت لود دو تا لود ما داریم اینجا، یکی فشار، در واقع فشار منفی فشار میشه کشش، کشش 200 مگاپاسکال که به سطح بالایی اعمال کردم و پایین رو هم گرفتم، پایین به صورت تو این باندری کاندیشن اگر برم و ادیت رو بزنم اینجا مشاهده میکنم کامل بسته شده. توی قسمت مشبندی هم که کار مشبندی رو انجام دادم، اینجا چون باید پات رو بزنم تا بتونم این مقدار مش رو تغییر بدم، مقدار مش یک بوده میتونم دو بذارم یا بزرگ یا کوچیک، با نتایج تئوری مقایسه میکنم، اگر دیدم که نتایج نزدیک به هم نیست یک مقدار مش رو کوچیکتر در نظر میگیرم. در نهایت توی قسمت جاب با تعریف کردن یک مدل و یک نامی که واسش انتخاب میکنم، میام رایت اینپوت و سابمیت رو میزنم و ریزالت ها رو بعد از اتمام مشاهده میکنم. ریزالت ها همینطور که میبینید تنش هست، کرنش هست و جا به جایی. ما بیشتر تنش کرنش رو میخوایم، یعنی استرس که به این صورت دیده میشه. الان توی قسمت نارنجی اگر نگاه بکنه تقریبا همون عدد 800 مگاپاسکالی که انتظار داشتیم، چون نسبت سطح مقطع 1/4 شده تنش 4 برابر میشه. اینجا 200 اعمال کردیم، 200 ضرب 4 میشه 800. 800 مگاپاسکال الان به صورت یک نواخت داریم نگاه میکنیم. میتونم یک سکشن هم بزنم، البته مطمئن بشم که این یک نواختش به چه صورته. توی این قسمت اگر من برم این صورت و هم قطعه رو برگردونم،
این قسمت اگر میبینم که یک نواخت اینجا که برسه دیگه تو این قسمت یه مقداری چون از مقطع تغییر کرده مقدار تنش ها هم عوض میشه، ولی مقدار تنش تو این حالت 800 مگاپاسکال هستش. حالا اگر بیام اون مقطع هم ببندمش، این عدد 800 اینجا شما قشنگ میتونید ببینید دیگه، چون از هر دو طرف بستم 801 تا 800 تقریبا با هم برابر، خیلی تفاوتی نداره. اینم واسه این که نشون بدیم واقعا اون مقدار عدد 800 بوده. کورنش رو میتونم نگاه کنم، کورنش هم باز به همین صورته، عددی که من به دست آوردم توی کورنش توی استوانه کوچیک، باز میام یک مقطع میزنم اینجا که بتونم راحت تر ببینمش. اینجا رو مقطع میزنم، مقدار کورنش به من 4000 رو نشون میده. اگر بیام دقت رو بالاتر ببرم، مثلا اینجا توی لجن به جای 3 بذارمش 4 و اپلای بکنم، این عدد 39 ده هزارمه. من دقیقا با محاسباتی که انجام دادم، یعنی 800 مگاپاسکال رو تقسیم بر 208000 مدول الاسیسیته بکنم، به همین عدد میرسم. حالا به جای 9 اون 8 بوده، دقت خیلی بالاییه دیگه، تقریبا میشه گفت که دقت خیلی بالایی رو داره نشون میده. بنابراین این کورنش هم داره عدد درستی رو به همون نشون میده. در نهایت من میتونم تنش و کورنش رو با نتایج آباکوس، تئوری و نتایج آباکوس رو با هم مقایسه کنم.